سلام و وقت بخیر. صدای ما رو از لندن و رادیو ایران اینترنشنال میشنوید. من سعید هابیل با برنامه با خبر امروز جمعه 23 مهر ماه 15 ماه میلادی اکتبر در نیم ساعت آینده با شما خواهم بود. در ابتدا بشنویم از مهمترین عناوین خبری امروز. انفجاری دیگر در مسجد شیعیان افغانستان. انفجار مرگبار در قندهار دست کم 33 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. گزارش وزیر خارجه عربستان سعودی از مذاکره با جمهوری اسلامی. ریاض گفتگوها با تهران را جدی و صمیمانه توصیف کرد و گفت مذاکره در مراحل مقدماتی است. پایان مذاکره نماینده اتحادیه اروپا در تهران درباره برجام، ادامه گفتگوها دو هفته دیگر در بروکسل. آمریکا میگوید اگر ایران خواسته های بیشتری داشته باشد مذاکرات موفقیت آمیز نخواهد بود. هشدار رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی درباره روند افزایشی ابتلا به کرونا. همزمان بر اساس داده‌های مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت، میزان تأثیر واکسن سینوفارم چینی در جلوگیری از عفونت فقط 5% است. و کاهش 32% قدرت خرید کارگران در 6 ماه نخست امسال. دستمزد کارگران کمتر از 40% از هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد. منابع محلی در افغانستان تایید کردند که در نزدیک دروازه مسجدی در شهر قندهار انفجاری رخ داده است. این انفجار همزمان با برگزاری نماز جمعه به وقوع پیوسته. هنوز آمار دقیقی از شمار قربانیان یا مجروحان انفجار اعلام نشده، اما برخی رسانه ها از کشته شدن دست کم 16 و زخمی شدن 32 نفر خبر دادند. بیشتر بشنویم درباره این انفجار و چگونگی وقوعش و تلفاتی که داشته از همکارم حامد حیدری. خب انفجار ساعت 1 به وقت محل در داخل مسجد حین ادای نماز صورت گرفت. آنچه که منابع محلی به ما تایید کردند حمله انتحاری بود. گرچند تا به حال مقامات محلی میگویند که یک حمله صورت گرفت، اما آنچه که شاهدای عینی تایید میکنند کسایی در داخل مسجد بوده و کسایی در نزدیکای مسجد حضور داشته. صحبت از 2 یا 3 انفجار میزنند. همه تاکید دارند که 2 یا هر 3 حمله انتحاری بوده. در حال حاضر آنچه که منابع محلی یا منابع در بیمارستان میرویس ولایت قندهار تایید کردند، شمار کسایی که جان باخته در حمله امروز انتحاری 37 کشته است و شمار زخمی ها بر 65 نفر افزایش پیدا کرده. تصویرهایی را که در دسترس ما قرار گرفته بسیار وحشتناک است و قابل نشر نیست. در داخل مسجد نشان می‌دهد که جسدهای زیادی در داخل مسجد افتاده و فرش مسجد پر از خون هست و مردمان زیادی در داخل مسجد شده و سر و صدای بسیار زیادی در داخل مسجد شنیده می‌شود و دیده می‌شود. یکی به دنبال پدر می‌گرده و یکی به دنبال برادر. وضعیت متشنج است و در این طرف هم طالبا تایید کرده، گفته حمله صورت گرفته و این حمله بسیار طالبا شوکه شدند، اما در حال بررسی این حمله هستند و کسایی که در عقب حمله هست و گفته طالبان را به جزای اعمالشان برسانند. توضیحات همکار حامد حیدری رو میشنیدید. وزیر خارجه عربستان سعودی از ادامه مذاکرات با ایران خبر داده و آن را جدی و صمیمانه توصیف کرده است. فیصل بن فرهان در مصاحبه‌ای با نشریه فاینانشال تایمز همچنین گفتگوها با ایران را اکتشافی و برای اطلاع دو طرف از دیدگاه‌های هم ارزیابی کرده. او گفته عربستان سعودی از امنیت ملی و حق حاکمیت خود دفاع می‌کند، اما همزمان تلاش می‌کند مشکلات و بحران‌ها را از طریق دیپلماسی حل و فصل کند. وزیر خارجه عربستان سعودی اضافه کرده ریاض خواستار ثبات در منطقه است. پیش از این وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که تاکنون 4 دور مذاکرات تهران و ریاض در بغداد برگزار شده. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین گزارش داده دو طرف توافق کردند که گفتگوها در فضای عمومی پیگیری نشود. همانطور که اشاره کردم وزیر خارجه عربستان سعودی گفتگوها با جمهوری اسلامی را جدی و در عین حال دوستانه توصیف کرده. تحلیل کامران متین استاد روابط بین الملل رو از این توصیف و گزارش ریاض از مذاکرات با تهران جویا شدیم.
فعلا این مذاکرات در به اصطلاح مرحله بررسی امکانات بهبود روابط هست. ظاهرا جمهوری اسلامی درخواست کرده که کنسولگریش رو در جده باز بکنه که مقامات عربستان سعودی در حال بررسی این مسئله هستن. اما در سطح کلی‌تر به نظر من دو مسئله مهم هست. این که عربستان سعودی همیشه حداقل در اظهارات رسمیشون اعلام کردن که مایل هستن روابطشون رو بهبود بدن و اوضاع رو در منطقه آروم‌تر بکنن، ولی این اراده رو از سوی ایران ندیدن. مسئله دوم این است که عربستان سعودی همیشه معتقد بوده که بهتر هست با کسانی که واقعا سکان سیاست خارجی ایران رو در دست دارن مذاکره کرد و قبلا اظهار کرده بودن که مثلا ظریف کاری نیست و یا دیگر مقامات دولت روحانی کاری نیستن، چون نهایتا تصمیمات اصلی رو در رابطه با روابط خارجی رهبری میگیره و از این لحاظ خب معتقدن الان که رئیسی هست سر کار و نزدیک هست به خامنه ای، طبیعتا مذاکره با دولت فعلی در واقع احتمال موافقتش بیشتر هست، چون دولت فعلی در واقع منعکس کننده نظرات و اراده رهبری هست. از این لحاظ شاید خیلی جدیتر به مسئله مذاکرات برخورد میکنن در این مرحله. در ادامه از کامران متین پرسیدیم چقدر مذاکره ایران و عربستان متأثر از تغییر ریاست جمهوری در ایالات متحده و همینطور مرتبط با مذاکرات احیای برجام است. قطعا مرتبط هست. میدونید که دولت آقای بایدن آغاز به کارش مصادف بود با به اصطلاح بازبینی ماهیت روابطشون با عربستان سعودی. خیلی انتقاد داشتن از عربستان در رابطه با جنگ یمن، در رابطه با قتل خاشقجی در ترکیه و حتی موشک‌های پاتریوتش رو آمریکا اخیراً از عربستان خارج کرده. به این دلیل عربستان به خصوص بعد از خروج آمریکا از افغانستان به این نتیجه رسیده که باید با اتکا به امکانات دیپلماتیک خودش تا حدودی که میتونه اوضاع رو در منطقه آروم بکنه و به خصوص به کمک ایران برای پایان جنگ یمن نیاز داره و فکر میکنه که این مسئله است که به هر دو طرف نفع میرسونه و از این لحاظ خب دیپلماسیشون یکم فعالتر هست. ولی قطعا نتیجه مذاکرات وین رو حتما در به اصطلاح تصمیم گیریشون در رابطه با روابط با ایران در نظر خواهند گرفت. توضیحات کامران متین استاد روابط بین ملل در دانشگاه ساسکس از برایتون رو میشنیدید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت در دیدار با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره مشارکت حیاتی ایالات متحده و اروپا برای مقابله با چالش‌های جهانی و لزوم هماهنگی نزدیک درباره موضوعات مهم از جمله همه‌گیری کرونا و مسائل امنیتی و دفاعی گفتگو کردند. همزمان آنتونی بلینکن در دیدار با همتای سعودی خود در واشنگتن درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله ایران گفتگو کرده است. انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در سفرش به تهران با علی باقری کنی معاون سیاسی وزارت خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وزارت خارجه ایران گزارش داده دو طرف توافق کردند که مذاکرات در روزهای آینده در بروکسل ادامه یابد. بنابراین گزارش علی باقری کنی گفته هر طرف که مسئولیت پذیری بیشتری از خود نشان دهد به میز مذاکره نزدیکتر است، اما رفتار طرف مقابل فاصله معناداری با مسئولیت پذیری دارد. جزئیات بیشتری از گفتگوهای باقری کنی با مورا منتشر نشده است. معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از سفر به تهران از اضطراری بودن موضوع از سرگیری مذاکرات وین گفته بود. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید میگوید ایالات متحده تلاش میکند از راه‌های دیپلماتیک به احیای برجام کمک کند. او اضافه میکند اگر جمهوری اسلامی بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته باشد و کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد. همزمان خبرنگار وال استریت ژورنال گزارش داده ایالات متحده انتظار ندارد سفر انریکه مورا به ایران برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام نتیجه ای داشته باشد. در سوی دیگر وزارت خارجه روسیه اعلام کرده سرگئی لاوروف در تماسی تلفنی با همتای ایرانیش درباره از سرگیری رایزنی های برجام گفتگو کرده است. با توجه به اینکه رایزنی‌های فشرده‌ای در روزهای گذشته انجام شده تا مذاکرات احیای برجام هرچه سریع‌تر از سر گرفته شود، از همکارم احمد صمدی از برلین درباره این رایزنی‌ها پرسیدیم و اینکه آیا نتایج ملموسی از آن به دست آمده است. خب رایزنی‌هایی که داره انجام میشه در این روزهای اخیر، اولیش خب سفر آقای انریکه مورا به تهران بود، بعد سفر آقای جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به واشنگتن، دیدار آقای فیصل بن فرهان با آقای بلینکن و خب دیدارهایی که آقای رابرت ملی نماینده ویژه ایران نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران در وزارت خارجه ایالات متحده که با قرار هستش با مقامات سعودی، کویتی و اماراتی دیدار بکنه. اما اونچه که از سفر آقای مورا به تهران میدونیم این هستش که این سفر تقریبا میشه گفت بدون نتیجه بوده. آقای مورا با این در واقع دستور کار به تهران رفته بود که هشدار بده که در واقع انتظارها نمیتونه طولانی باشه و اونها با مقامات جمهوری اسلامی باید در اسرع وقت به مذاکرات بپیوندند و در نهایت مشخص شده که مقامات جمهوری اسلامی اسرع وقت
وقت رو نمیپذیرن و به آقای مورا گفتن که نمیتونن در اسرع وقت به مذاکرات بپیوندن و قرار شده که از دو هفته بعد گفتگوها در این باره رو در بروکسل پیگیری بکنن. آقای جوزف بورل هم با در واقع شروطی که از سوی جمهوری اسلامی ایران دریافت کرده به ایالات متحده سفر کرده، هفته گذشته از یکی از مقامات دیپلمات‌های اروپایی که با مذاکرات مستقیم در ارتباط است، من خودم گفتگو کردم در این خصوص و او هم به طور تلویحی تایید کرد که مقامات جمهوری اسلامی ایران شروطی رو گفتن و آقای بورل میتونه که این شروط رو بپذیره یا اینکه رد بکنه و در واقع میتونه اونها رو با طرف‌های دیگه مطرح بکنه و حالا باید دید که آقای بلینکن چه پاسخی به شروط جمهوری اسلامی ایران داده. در واقع دیدارهای آقای فرهان و آقای بلینکن هم در نهایت آقای بلینکن تاکید میکنه که نمیشه در واقع به صورت طولانی منتظر بود و خانم جنساکی هم همین تاکید رو میکنه و اظهارات دیروز آقای بلینکن رو مطرح میکنه که مقامات جمهوری اسلامی نمیتونن که در واقع خواسته های بیشتر داشته باشن و کم عملی از خودشون نشون بدن و در نهایت این منجر به این خواهد شد که گفتگوها موفقیت آمیز نباشه. و در نهایت یک مقام سعودی هم اشاره کرده به این موضوع که مقامات جمهوری اسلامی ایران در واقع در حال سیگنال فرستادن هستن و نمیخوان که در واقع جدی باشن و فقط میخوان بگن که ببینید ما با عربستان موضوع رو حل کردیم و مشکلات حل شده و حالا ببین با ما در موضوع هسته‌ای یک حالت عادی داشته باشین، در صورتی که با عربستان مشکلات حل نشده و وارد گفتگوهای محتوایی نشدن. توضیحات همکارم احمد صمدی از برلین رو میشنیدید. در ادامه جزئیات بیشتر در رابطه با گفتگوهای وزیران خارجه ایران و روسیه رو از همکارم خیبر عاکفی از مسکو بشنویم. سرگی لاورو وزیر خارجه روسیه با همتای ایرانیش تماس تلفنی داشتن و این تماس تلفنی که با ابتکار طرف ایرانی صورت گرفته بود در مورد موضوعاتی که در دیدار دو طرف به تاریخ 6 اکتبر در مسکو بحث کرده بودند روی از اون موضوعات صحبت شد و به خصوص در مورد از سرگیری مذاکرات برجام در وین صحبت شد و دو طرف تمایلشان را برای از سرگیری هرچی زودتر مذاکرات و بدون قید و شرط مذاکرات در وین ابراز کردند و همچنان گفتند که به باور هر دو طرف یگانه راه احیای برجام احیا و برگشتاندن برجام و متحد بودن تمام طرفین به همو شکلی است که از اول برجام به توافق رسیده بودند و در او منافع و علایق که تمام طرف ها در نظر گرفته شده. یک موضوع دیگه هم که مسکو نگران از او است ای است که طرف های کوشش میکنن، چنان که آقای لاورو و اشاره داشت به این موضوع، طرف های کوشش میکنن که موضوعات دیگه ای را که مربوط برجام نمیشه مستقیم میخواین در قالب برجام بیارن و او را قید و شرط از مبنی بر اثرگیری برجام و احیای برجام نشان بدن، اما این قابل قبول برای روسیه چنان که نیست، همچنان برای ایران قابل قبول نیست. توضیحات همکارم خیبر عاکفی از مسکو رو میشنیدید. سپیده قلیان فعال مدنی به بند 209 زندان اوین تهران منتقل شده است. امیر رئیسیان وکیل سپیده قلیان در توییترش توضیح داده که این فعال مدنی دو روز پس از بازداشت با خانواده تماس گرفته و از انتقال خود به زندان اوین خبر داده است. بر مبنای این گزارش انتقال سپیده قلیان به تهران در پی افشاگری این فعال مدنی از شرایط زندان بوشهر انجام شده است. سپید قلیان ماه گذشته در یک رشته توییت گزارشی از شکنجه ها، بدرفتاری ها و شرایط نگهداری زنان زندانی در زندان بوشهر منتشر کرد. برادر این فعال مدنی دو روز پیش از هجوم بیش از 30 مأمور امنیتی و ربودن او خبر داده بود. سپید قلیان در هنگام بازداشت در مرخصی از زندان به سر می برد. نتایج تحقیقی که در مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری سلامت انجام شده نشان می‌دهد میزان تأثیرگذاری واکسن سینوفارم در جلوگیری از عفونت تنها 5% است. این پژوهش در عین حال تأثیر سینوفارم در جلوگیری از بستری شدن را حدود 55% و در پیشگیری از مرگ بیمار 65% برآورد کرده است. کامران باقری لنگکرانی وزیر اسبق بهداشت و درمان و عضو فرهنگستان علوم پزشکی می‌گوید این تحقیق در استان فارس و روی 388 هزار نفر انجام شده است. در این تحقیق میزان تأثیر واکسن های آسترازنکا و اسپوتنیک هم بررسی شده. گرچه به گفته باقری لنگکرانی تحقیق روی واکسن اسپوتنیک زمانی انجام شده که هنوز واریانت دلتا وارد کشور نشده بود. استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز اضافه کرده آنچه در بیماری های عفونی اهمیت دارد صرفاً ابتلا نیست، بلکه بستری شدن و مرگ و میر ناشی از بیماری است که واکسن سینوفارم در کاهش این موارد مؤثر است. مقام های مسئول در چند دانشگاه علوم پزشکی ایران درباره روند افزایشی شیوع کرونا هشدار داده و از احتمال آغاز موج جدید همگیری در آبان ماه گفتند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان از افزایش آمار بیماران مبتلا به کرونا در این استان در چند روز اخیر گزارش داده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز هم درباره افزایش آمار مبتلایان به کووید 19 در استان خوزستان هشدار داده است. شمار جانباختگان کرونا بر مبنای گزارش رسمی وزارت بهداشت و درمان بیش از 200 نفر در روز است و ایران همچنان در فهرست کشورهایی قرار دارد که بیشترین شمار مرگ بر حسب میزان جمعیت را ثبت کردند. همانطور که پیشتر اشاره شد در این پروژه گفته شده سینوفارم در جلوگیری از عفونت تأثیر بسیار کمی دارد، اما در مورد جلوگیری از بستری شدن فرد مبتلا یا مرگ تأثیری تقریبا مشابه آسترازنکا و اسپوتنیک دارد. ارزیابی دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی را در این رابطه جویا شدیم. خب ارزیابی و اظهار نظر بر مبنای یک نامه اداری که خب به هر حال خودش رو مدعی هستن خلاصه یک گزارش هستش کاری بسیار سختی است، به خاطر اینکه ما اصلا نمیدونیم این جزئیات این تحقیقات چه بوده، در چه گروه سنی انجام شده، نسبت افرادی که واکسن های مختلف رو دریافت کردن چگونه بوده، چگونه تشخیص دادن افرادی که در واقع مثبت هستن یا منفی هستن، از چه روش هایی استفاده کردن. همه اینها مواردی است که در تحلیل این داده ها میتونه اثرگذار باشه که همه اینها در واقع وجود نداره در اینجا. به قول معروف عین ملا نصرالدین نامه نوشتن، نامه مینوشت، خودش هم باید دنبالش میرفت و اون رو توضیح میداد. الان هم واقعا این نامه گنگه. تنها چیزی که میشه گفت این هستش که بر مبنای این چیزی که اینجا هستش، مثلا اثر بخشی آسترازنکا حدود 7 برابر بیشتر از در واقع سینوفارم هستش، در حالی که تحقیقات مطالعات بالینی سینوفارم یا آسترازنکا این رو نشون نمیده. مثلا خود آسترازنکا حدود 70% در ابتلا در پیشی از ابتلا اثر داره، سینوفارم البته خیلی کمتر، ولی باز 5% واقعا یک درصدی هستش که هیچ توجیهی نداره. بنابراین من فکر میکنم این نامه بیشتر یک نامه ایست که میتونه مبنای تصمیم گیری های سیاسی باشه، همان گونه که آقای دکتر لنکرانی هم اون رو ارجاع داده به رئیس جمهور برای تصمیم گیری. اگر واقعا مبنای تصمیم گیری یک چنین نامه ای باید باشه که خب البته عرض کردم گنگ، مبهم و بسیار نامفهومه، پرسش اساسی این هستش که چرا از واکسنی که اثر بخشی بسیار پایین‌تری مثلا آسترازنکا داره همچنان اصرار هستش که از این واکسن استفاده بشه؟ و خب این در واقع یک سوال و پرسش بسیار مهم هستش که باید مسئولین جمهوری اسلامی به اون پاسخ بدن. در ادامه از دکتر آلان توفیقی پرسیدیم آیا تفاوت زیادی بین واکسن ها وجود دارد و آیا واکسیناسیون با واکسن های رایج بهتر از واکسن نزدن است. ببینید توصیه من نمیتونه فراتر از توصیه سازمان بهداشت جهانی باشه. سازمان بهداشت جهانی واکسن هایی رو که تایید کرده که سینوفارم هم جزء واکسن های تایید شده سازمان بهداشت جهانی است، توصیه میکنه که برای مردم بهترین واکسن در دسترس ترین واکسن هستش. اما این توصیه هست که به مردم انجام میشه. آیا مسئولین جمهوری اسلامی تلاشی داشتن برای اینکه واکسن‌های مؤثرتری که در بازار امروز وجود داره در اختیار مردم ایران قرار بگیره و باعث کاهش مرگ و میر اونها بشه؟ این هم یک در واقع توصیه هستش که ما نمیتونیم. من به مردم توصیه این هستش که واکسن‌های مورد تایید سازمان بهداشت جهانی رو استفاده بکنید. اما توصیه هم من به مسئولین جمهوری اسلامی این هستش که بر مبنای همین تحقیقاتی که دست دستگاه‌ها و ارگان‌هایی که سالانه میلیاردها تومان دارن بودجه این مملکت رو به قول معروف حرام خودشون می‌کنن و در انتها یک گزارش گنگ و مبهم رو به شکل یک نامه اداری منتشر می‌کنن، این مسئولین باید پاسخ بدن که چرا نمیرن به سمت در واقع خرید واکسن‌هایی که از اثر بخشی بالاتری برخوردار باشه و خب طبیعتاً بتونه به قطع انتقال ویروس هم کمک بکنه. ببینید مسئله اینجاست که ما در اثر بخشی یک واکسن فقط و فقط بر روی جلوگیری از مرگ و یا بستری شدن نمیتونیم تاکید بکنیم، گرچه بسیار مهم هستش در اثر بخشی. اما بحث بعدی در رابطه با واکسن این هستش که این واکسن باید انقدر مؤثر باشه که باعث قطع زنجیری انتقال ویروس بشه، که مهمترین نشانه این اثر بخشی در قطع زنجیری انتقال ابتلا هستش. این تحقیق و این نامه اداری داره نشون میده که در این بخش از مأموریت یک واکسن، این واکسن سینوفارم موفق بوده، که به نظر من مسئولین جمهوری اسلامی اگر ادامه بدن به این وضعیت نشان میده که آگاهانه دارن مردم رو در واقع در معرض خطر قرار میدن. توضیحات دکتر آلان توفیقی پزشک و تحلیلگر سیاسی از پاریس رو میشنیدید.
عباس محمدیان رئیس جدید سازمان بسیج رسانه از نارضایتی و انتقاد علی خامنه ای از رسانه های جمهوری اسلامی گفته و اضافه کرده رسانه ها در تبیین ولایت فقیه کمکاری می کنند. محمدیان ابراز امیدواری کرده که کانونهای بسیج رسانه بتوانند با تغییر و بهبود عملکرد خود رهبر جمهوری اسلامی را راضی کنند. او همچنین گفته معنویت در رسانه ها فراموش شده است. رئیس جدید سازمان بسیج رسانه کشور با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران آغاز به کار کرده است. از همکارم مرتضی کاظمیان پرسیدیم این نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی از رسانه‌های حکومتی به چه دلیل مطرح شده است؟ ابتدا من اشاره کنم که این نارضایتی طبیعتاً ریشه داره در اون تمامیت خواهی و خودکامگی شخص اول نظام در جمهوری اسلامی. یعنی آقای خامنه‌ای بیشتر از 32 سال رهبر جمهوری اسلامی، شخص اول نظام هستش و همه رسانه‌ها یا فضای رسانه‌ای ایران زیر سایه پروژه‌ها و فرامین آقای خامنه‌ای داره تنظیم میکنه خودش رو، چه مستقیم چه غیر مستقیم، چه با تحمیل سانسور به این رسانه ها، چه با خود سانسوری در این رسانه ها، حتی با توقیف این روزنامه ها یا رسانه ها در داخل کشور که در این سه دهه و به ویژه در دو دهه اخیر بسیار رخ داده. اما جدای از این نقطه عزیمت اصلی، یعنی رویکرد و نگاه شخص اول نظام، که من اشاره کنم در این بیش از سه دهه حتی یک بار حاضر نشده با رسانه ها گفتگوی مستقیم داشته باشه، حتی با مثلا روزنامه اطلاعات که مدیر مسئولش رو خود ایشون منتسب میکنه بیاد یک گفتگوی مستقیم داشته باشه. اما جدای از این برمیگرده به یک واقعیتی که در فضای رسانه ایران رخ داده و اون اینکه رسانه‌های رسمی به ویژه صدا و سیما مخاطبان خودشون رو دارن به شکل فزاینده از دست میدن و نه فقط بر مبنای پژوهش‌ها و نظرسنجی‌های مستقل، بلکه حتی بر مبنای نظرسنجی‌های رسمی در جمهوری اسلامی بینندگان صدا و سیما داره ریزش پیدا میکنه. شبکه‌های اجتماعی شدن یک رقیب جدی جدای از اون اطلاع رسانی که شبکه‌های ماهواره‌ای دارن میکنن. بر مبنای مثلا نظرسنجی که ایسپا چندی پیش منتشر کرد وابسته به ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، فقط در دو سال و نیم اخیر 15% از بینندگان صدا و سیما که اخبار رو از صدا و سیما میگیرن کاسته شده. این وضعیت، یعنی اینکه رسانه رسمی در جمهوری اسلامی عملا داره مخاطبین خودش رو از دست میده، همزمان با افزایش نقش رسانه‌های اجتماعی و اینکه شهروند خبرنگاران موثر بازی دارن میکنن و طبیعتا این اخباری که در رسانه‌های اجتماعی میاد متولد میشه باز در رسانه‌های خارج از کشور، در شبکه‌های ماهواری و البته اطلاع رسانی اونها، همه یک وضعیت رو شکل داده که این حاکمیت اقتدارگرای متکی به شخص که فاقد مشروعیت دموکراتیکه طبیعتاً احساس نگرانی بیشتری بکنه. آقای خامنه‌ای نارضایتی داره از این وضعیت و گلایه‌مندی خودش رو ابراز کرده. توضیحات همکارم مرتضی کاظمیان رو میشنیدید. تورم بالا در اقتصاد ایران و افزایش قیمت کالاها و خدمات به کاهش 32% قدرت خرید کارگران در 6 ماه نخست امسال منجر شده است. همشهری در گزارشی اضافه کرده دستمزد کارگران فقط 37% هزینه‌های معیشتی آنان را پوشش می‌دهد. تازه‌ترین محاسبات گروه‌های کارگری بر اساس تغییرات قیمت اقلام خوراکی در گزارش‌های مرکز آمار ایران و میادین میوه و تره بار نشان می‌دهد 6 ماه پس از تعیین مزد و مزایای کارگران برای سال 1400 هزینه معیشت آنها حداقل 43% افزایش پیدا کرده، در حالی که دریافتی آنان تغییری نداشته است. این گزارش اضافه می‌کند یک خانوار کمتر از 4 نفر برای گذران زندگی باید در هر ماه حدود 11 میلیون تومان هزینه کند، در حالی که دستمزد پایه این خانوار با احتساب مزایای کارگری 4,200,000 تومان است. ارزیابی احمد علوی استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی را در رابطه با گزارش مرکز آمار ایران درباره نرخ تورم و گرانی کالاها و نسبت این تورم با حقوق و دریافتی کارگران جویا شدیم. خب اگر بخوایم در مورد صرف اطلاعات و تحلیل‌هایی که از این آمار میشه به وسیله مرکز آمار ایران نظری بدیم، طبیعتاً اعتبار محدودی داره و باید با احتیاط برخورد کرد، چون بازتاب اون چیزی که در زندگی روزمره حقوق بگیران، دستمزد بگیران و نیروی کار ایران هست نیست به دقت و به هر حال به وثوق. اما اگر همین آمار رو ما به عنوان مبنای تحلیل خود ما قرار بدیم، این آمار اولا شگفت
باور نیست، دو اینکه انتظار میرفت که چنین بشود و در ثانی میشه انتظار داشت که حتی اوضاع بدتر از این باشه تو عالم واقعیت، چرا که ما وقتی در مورد دستمزد نیروی کار طبقه کارگر و دستمزد و حقوق بگیران صحبت میکنیم، اونجا به اصطلاح اوضاع خیلی فرق میکنه با میانگین. این آمارهایی که الان منتشر میشه بیشتر مبتنی است بر میانگین و البته واقعیت با میانگین بسیار متفاوته. در ادامه از احمد علوی پرسیدیم افزایش فشارهای معیشتی در سبد هزینه‌های حقوق بگیران و کارگران خودش را در کدام محورها و کالاها زودتر نشان می‌دهد و کدام بخش از زندگی خانوارهای کارگری را زودتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. خب اگر به همین آمار یا آمارهایی که مراکز دیگه منتشر می‌کنند اعتماد بکنیم، بیشترین فشاری که به خانواده‌های کارگری نیروی کار ایران وارد میاد در بخش به اصطلاح هزینه‌های خورد و خوراک و کالاهای اساسی است که مصرف روزمره داره. بنابراین باید انتظار داشت که بیشترین تأثیر و به هر حال رنج و درد رو به اونها به اصطلاح تحمیل بکنه، چرا که این مسئله است که به طور روزانه و به شکل مداوم اونها رو تحت فشار قرار میده. منتها اگر به اصطلاح هزینه‌های خوراک و کالای اساسی در سبد هزینه نیروی کار بگذاریم، بعدش مسئله مسکنه که اون هم همین اندازه افزایش پیدا کرده و باعث به اصطلاح بد مسکنی یا مهاجرت از شهرها یا حتی حاشیه نشینی زیادی شده که به طوری که آمارش روز به روز بالا میره. توضیحات احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی از استکهلم در سوئد رو میشنیدید. روز گذشته معلم‌ها در دست کم 40 شهر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. فرهنگیان معترض علاوه بر درخواست آزادی همصنفی‌های خود، خواهان تصویب طرح رتبه‌بندی شدند. کلیات این طرح خرداد ماه امسال در مجلس تصویب شد، اما هنوز جزئیات آن بعد از گذشت 4 ماه در صحن مجلس بررسی نشده است. گزارشی بشنویم در همین رابطه از رها باوند. توقف طرح رتبه بندی معلمان و آغاز اعتراضات سراسری. با گذشت چند ماه از وعده تصویب جزئیات و اجرای طرح رتبه بندی و همسانسازی حقوق معلمان فعال و بازنشسته، تعداد زیادی از معلمان به درخواست شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در سراسر ایران تجمع اعتراضی برگزار کردند. تجمع‌های اعتراضی جامعه فرهنگیان ایران طی 2 روز گذشته حدود 40 شهر را در بر گرفته. اعتراض‌ها حاکی از بی‌توجهی دولت و مجلس به نیاز مبرم معلمان در تأمین حداقل معیشت این قشر بوده و هنگامی که خط فقر یک خانواده به 11 میلیون تومان در ماه رسیده، درخواست همسانسازی پایه حقوقی معلمان با دیگر کارمندان دولتی و اعضای هیئت علمی دانشگاه امری است بدیهی. معلمان شاغل و بازنشسته در 2 ماه گذشته پیگیر تصویب جزئیات و اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان هستند که کلیات آن خرداد ماه در مجلس به تصویب رسید. کلیات این طرح با وعده بسیاری از نمایندگان و رئیس مجلس قرار بود مهر امسال اجرایی شود. معلمان انتظار قانونی شدن آن را داشتند، اما گویا با مخالفت سازمان برنامه و بودجه و به دلیل نبود توان مالی دولت جهت اجرا، در حال تبدیل به چالشی مهم برای دولت ابراهیم رئیسی است. از سوی دیگر با گسترش اعتراض‌های صنفی معلمان، برخوردهای امنیتی و قضایی شامل حکم اخراج و زندان با فعالین صنفی فرهنگیان هم افزایش یافته. از این رو درخواست بازگشت به کار معلمان معترض و اخراج شده و همچنین آزادی فوری فرهنگیانی که صرفاً به دلیل پافشاری بر احقاق حقوق صنفی خود حکم زندان دریافت کرده اند، دیگر مطالبه فرهنگیان معترض است. معلم زندانی آزاد باید گردد. برای قانون شدن طرح رتبه‌بندی حقوق معلمان، ابتدا مجلس موسوم به انقلابی باید جزئیات آن را تصویب کرده، سپس شورای نگهبان آن را تصویب کند و در نهایت دولت انقلابی ابراهیم رئیسی آن را تامین اعتبار و اجرا نماید. مسیری که حاکمیت طبق وعده‌های خود باید به آن تن دهد.
رها باوند. به پایان با خبر امروز میرسیم. ممنون که تا این لحظه شنونده و همراه ما در این برنامه بودید. امیدوارم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فردا و با خبری دیگر، خدا نگهدار.